که از علما میگه من یک کسی رو دیدم، جوانی را که فهمیده بودم و شنیده بودم که او محضر امام زمان با رفقا شرفیاب شده، رفتم باهاش انس گرفتم، از این سوال کردم، گفت آره ما چند تا جوان بودیم، 10-12 تا جوان بودیم، شبهای چهارشنبه میرفتیم مسجد سهله و مسجد کوفه به این نیت که محضر امام زمان شرفیاب بشیم، ولی قضای هر هفته به عهده یک نفر بود، یک هفته به عهده من بود، یک هفته به عهده رفیقم بود، تا اینکه یک هفته به عهده من افتاد و من قضا رو پختم، آماده کردم، آوردم تو مغازه گذاشتم که بعد از ظهر سه‌شنبه که راه افتادم طرف مسجد با خودم ببرم. اتفاقا یادم رفت. رفتم مسجد و رفقا نماز مغرب و عشا رو خوندن، اعمال مسجد سهله رو انجام دادن، بعد آمدن تو حجره‌ای که هر هفته می نشستن، نشستن و گفتن خب قضای این هفته با کیست؟ همه همینطور به همدیگه نگاه می کردن، منم سرمو انداختم پایین، گفتن نوبت کی بوده؟ گفتم نوبت من بوده، ولی من فراموش کردم، غذا را آماده کردم، گذاشتم تو مغازه، میتونید الان یکی رو همراه من کنید، با هم برید ببینید، من دروغ نمیگم، ولی یادم رفت. گفتن خب پس امشب دیگه باید گرسنگی بکشیم. همینطور نشسته بودیم و هم دیگه نگاه میکردیم، یه وقتی یه آقای آمد در حجره رو کوبید، اذن ورود طلبی. اینقدر اخلاقمون تنگ بود که حوصله نداشتیم بلنشیم در باز کنیم، گفتیم ما خودمون غذا برای خوردن نداریم، بعد مهمونم میخواد بیاد، یه نفر داد کش کیه؟ با کمال بی حوصلگی دم یک صدای دلنشینی بلند شد، اجازه میدید من مهمان شما شدم؟ خیلی زیبا نورانی، چهرهش دلنشین، گفتیم تفضل، هممون دلامون نرم شد، آمد و نشست و چند کلمه‌ای که با ما صحبت کرد علاقه شدیدی بهش پیدا کردیم، اصلا گرسنگی یادمون رفت. ای میفرمود قول جدی رسول الله صلی الله علیه و آله احادیث را پشت سر هم برای ما میخوند و ترجمه میکرد، ما کیف میکرد. خدا قسمتتون کنه یک بار تو عمرتون پا منبر امام زمان بنشینید، آی چه لذتی. واقعا ما چقدر بدبختیم که هنوز یک بار هم نشده پای منبر امام زمان من بنشینید. بعد فهمید اگه غذا میخوام تو پله خروجی من غذای گرم و طبخ شده آماده هست. یکی از رفقا رفتید یک قابلمه برنج انگار الان از رو آتیش برداشتن، تو اون هوای سرد تعجب کرد. یه قابلمه کوچیکترم خورش آمدیم پهن کردیم و شروع کردیم خوردن، یه مقدار اضافه آمد، فهمید اضافهش هم بدین به این خادم مسجد، خدمت میکند به شما، زحمت میکشد برایش. اون آقا هی بر ما حدیث میخونه، هم غذای جسمی هم غذای روحی. بعد رو کرد به ما فهمود خب خسته اید بگیرید بخوابید دیگه، استراحت کنید که صبح بره نماز صبح خواب نیفتیم. ما هم دیگه خوشحال رو با این آقا ودا کردیم و رفت از حجره بیرون و ما خوابیدیم، بلند شدیم برای نماز شب و نماز صبح. رفتیم سراغ خادم، گفتیم تو مگه بنا نبود در مسجد رو برای کسی باز نکنی؟ چون ما که می رفتیم دیگه هیچ کس نمی اومد، پشت در مسجد سنگ می ریختیم که وقت دزدی درنده ای نیاد. آمدیم این سنگا پشت در مسجده، اصلا کسی از در مسجد بیرون نرفت.
به خادم گفتیم این آقا کی بود تو راش دادی اومد؟ گفت من کسی رو راه ندادم، در همچنان بسته بوده. گفتیم یه همچه آقایی آمد برای تو هم سفارش کرد غذا داری. زد تو سرش رو کرد گریه کردن، گفتی آقا امام زمان بوده شما او را نشناخت. یک همچه تجلی هایی هم امام زمان برای شیعیان خاصش دارد. ما غافلیم، آقا برای ما دعا میکنه، ما دعا میکنیم به دعای ما آمین میگه، گناه میکنیم برای گناهان ما استغفار میکنه، بعد ما برای او دعا نمیکنیم، از او غافلیم. این نامردینی. ذریح تو و قلب سنگی و خوابم، بده تو جوابم، مکن تو عتابم که من خامم. شبانگاهان در نماز شب خود، به ذکر لب خود، به تاب و تب خود، به برنامم بیا یک دم در برم بنشین، ای غریب غمین، از تو غافل و دورم که راهی گورم، تو سنگ صبورم، به دادم رم. یا ابا صالح مددی، یا ابا صالح مددی، یا ابا صالح مددی، یا ابا صالح. التجا.